نماینده ویژه جمهوری اسلامی موانع فنی تخصیص حقابی ایران از سوی طالبان رفع شده است. هندوستان حکومت فراگیر در افغانستان اولویت فوری سازمان همکاری شانگهای است. در حمله هواپیمای بیسرنشین در ولسوالی گیروی غزنی 12 تن کشته شدند. و همچنان در پایان جبهه جای پای پیدا کرد مشروع خبرها. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان میگوید موانع فنی تخصیص حقابی ایران از سوی طالبان رفع شده است. آقای قومی ابراز امیدواری کرد که در آینده نیز در تخصیص این حقابه مشکل فنی دیگر ایجاد نشود. کاظمی قومی میگوید افغانستان میتواند در خصوص موضوعات مربوط به تامین آب با ایران همکاری داشته باشد. او افزود که این کشور همچنین میتواند به عنوان گزینه جدید برای جذب سرمایه‌گذار خارجی برای طرح‌های کلان جمهوری اسلامی به حساب آید. جمهوری اسلامی همانند دیگر کشورها طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما روابط نزدیک اقتصادی و دیپلماتیک با این گروه دارد و سفارت افغانستان در تهران را نیز به این گروه واگذار کرده است. حسن کاظمی قومی گفته است در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم موضوع حقابه در دوره حکمرانی طالبان به عنوان یک مائده الزام‌آور مورد توجه و تاکید قرار داشته و از ابتدای روزایی که حکمرانان جدید در کابل مستقر شدند نسبت به آن اعلام پایبندی کردند. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران احداث اسد کمالخان در 80 کیلومتری جمهوری اسلامی ایران توسط دولت قبل افغانستان را زیر سوال برده و گفته کم بودن حجم مخزن این سد باعث شده توان ذخیره سازی آب به ویژه در شرایط سیلاب فراهم نباشد و آب موجود در این بخش منحرف شده و به منطقه به نام گذره هدایت می شود. با این حال آقای قومی گفته طالبان این مشکل را حل کردند. هن حکومت فراگیر در افغانستان اولویت فوری سازمان همکاری شانگهای است. مشاور امنیت ملی هند در نشست سازمان همکاری شانگهای گفت تشکیل حکومت فراگیر و حفظ حقوق زنان و اقلیت‌ها اولویت‌های فوری سازمان در افغانستان است. آجیت دوال افزود که کشورش نسبت به حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان نگران است. مشاور امنیت ملی در این نشست که در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد افزود که ارائه کمک‌های بشردوستانه و مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر از دیگر اولویت‌های این سازمان است. او گفت که هند به عنوان کشور نزدیک به افغانستان دارای منافع مشروع امنیتی و اقتصادی در این کشور است. این مقام ارشدی هندی به کمک‌های کشورش به افغانستان اشاره کرد و گفت که هند 3 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده و علاوه بر آن 50,000 تن گندم، 250 تن کمک‌های پزشکی، 40,000 لیتر آفتکشت مالتیون به مبارزه برای تهدید ملخ به افغانستان کمک کرده است. در حمله هواپیمای بیسرنشین در ولسوالی گیروی غزنی 12 تن کشته شدند. منابع در غزنی گفتند که هفته گذشته 12 تن در حمله هواپیمای بیسرنشین در ولسوالی گیرو کشته شدند. پیش از این طالبان گفته بود که این افراد در انفجار یک سرگلوله منفجر نشده کشته شدند. افغانستان انترنشنال به نسخه از نامه دست یافته که بر اساس آن رهبر طالبان در مورد حمله هواپیمای بیسرنشین در گیرو در غزنی و نظارت این هواپیما جلسه اضطراری تشکیل داده است. در حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی 3 طالب تروریست در کابل کشته و زخمی شده است. نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان ساعت 8:20 دقیقه دیشب 15 عمل بر یک است بازرسی دشمن در ساحه کارتی نو از مربوطات حوزه 8 امنیتی شهر کابل حمله کردند که در نتیجه آن یک طالب تروریست کشته و 2 تروریست دیگر زخمی شدند. در این عملیات به افراد ملکی و نیروهای دلیر جبهه مقاومت ملی هیچ گونه آسیبی نرسیده است. این جبهه خاطر نشان کرده است که پس از شروع سال جدید خورشیدی عملیات نظامی نیروهای جبهه مقاومت ملی علیه طالبان در کشور به خصوص در شهر کابل نسبت به گذشته افزایش داشته و دشمن را متحمل تلفات سنگین کرده است. همچنان گفتنی است که نیروهای جبهه مقاومت ملی در سال گذشته خورشیدی باراندازی دست کم 150 عملیات نظامی علیه گروه تروریستی طالبان در 17 ولایت کشور به بیش از 400 طالب تروریست تلفات وارد کردند. نیروهای جبهه مقاومت ملی عملیات‌های هدفمند خود را با هدف نابودی تروریستان و برچیدن بساط ظلم و جنایت گروه تروریستی و سفاک طالبان در مناطق مختلف کشور در هوای اجرا می‌کنند. طالبان در مورد چیزی نمی‌گوید. خطر طالبانیزه‌سازی نظام آموزشی کشور ادامه‌اش. طالبانیزه کردن نصاب درسی همچنان آسیب جدی بر پیکر نظام آموزشی کشور وارد کرده است. نصاب درسی در حکومت قبلی اگر خیلی هم مطابق با مقتضیات اصل نبود، خیلی سنتی و طالبانی هم نبود.
انتقادات آموزشی که اکنون طالبان روی دست دارد اگر عملی شود و دوام پیدا کند نتیجه آن ظهور یک نسل جدید افراطی و بنیادگرا خواهد بود که شاید هم به انجام اقدامات روسیه فخر کنند. لذا نسلی که با آموزش زیر طالبانی یا هم غیر طالبانی خو گرفته است نمیتواند جذب سیستم آموزشی طالبان شود. به همین دلیل پسران با آن که ظاهراً از رفتن به مکتب و دانشگاه منع نشدند ولی رغبت فراوان در فراگیری آموزش به خرج نمیدند، چرا که محرومیت از آموزش را بر بهره‌مندی از آموزش طالبانی ترجیح میدند. این که بخش از جامعه به این درک نائل شده اقدام نیک است ولی دوام وضعیت جاری پیامد زیانبار دارد. وقت ندا محمد ندیم در قامت وزیر تحصیلات عالی مدعی می شود که در افغانستان فقط یک مذهب وجود دارد و همه به اتفاق پیروان هستند. به سادگی می توان به عمق فاجعه پنهان در بدنه نظام آموزشی که اکنون در مسیر طالبانیزه‌سازی قرار دارد پی برد. همچنان وقت دستور می دهد که کتاب های غیر طالبانی از کتابخانه ها جمع‌آوری شود و از نشر و فروش آنها نیز جلوگیری شود. می توان جدیت طالبان مبنی بر طالبانیزه‌سازی نظام آموزشی را خوب درک کرد. عزل استادان مجرب و مسلکی از دانشگاه‌های مختلف کشور نمونه دیگر از اقدامات زیانبار گروه طالبان است. طالبان که به قدرت برگشتند، دانشگاه‌های کابل و بلخ هرات از حضور استادان پیشین تقریبا خالی شد. شماری که نمی‌توانستند با طالبانیزه کردن نظام آموزشی کنار بیایند، از خیر حضور در دانشگاه‌ها گذشتند و به جای ماندن در کشور در مسیر هجرت را افتادند. شماری هم که چنین نکردند، دستگاه تصفیه طالبان آنان را جاروب کرده است. این که به جای آنها چه کسانی گماشته می‌شوند خیلی هم روشن است. اعضای طالبان و ملاهای وابسته به این گروه فقط مانده که طالبان به گونه رسمی اعلام کند که مکتب و دانشگاه در کار نیست و باید تبدیل به مدرسه جهادی شود. البته فعلا هم این دو مرکز آموزشی در ماهیت چندان تفاوت با مدرسه جهادی ندارد. وزارت تحصیلات عالی طالبان همین چند هفته قبل از 51,000 ملا و مولوی دانش‌نیاموخته که گویا از مدارس دینی روسها فارغ شدند امتحان ثوری گرفت تا سند معادل ماستری به آنها بدل و بخشش شود. این شمار از ماسترهای ماشینی در امارت طالبان چون زنان، دختران و حتی مردان دانش‌آموخته خانه‌نشین نمی شود، بلکه به سادگی جذب کار می شوند تا پروسه خالص‌سازی تکمیل شود. این نشان می‌دهد که طالبان عملاً با آموزش مدرن پیش کردند و تلاش دارند به جای آن نظام آموزشی مطلوب خود را تحکیم بخشند. در بیش از 2.5 سال گذشته همه همت وزیران مخالف و تحصیلات عالی طالبان مطلوب به برگزاری امتحان برای تثبیت سوی علمی ملاها و مولوی ها وابسته به این گروه بوده است. شاید کار برجسته و جالب توجه این دو مقام طالبان خدمت به ملاهای روسایی دست نخوانده باشد، در حالی که جهان و مردم افغانستان چیز دیگر میخواهند: بازگشایی دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش.